این قسمت ایران اسپورت داستان تلخترین مدال طلای تاریخ کشتی ایران در مسابقات جهانیه، جایی که هر دو طرف مبارزه در کشتی ایرانی بودند ولی یکیشون برای ایران کشتی نمی گرفت. اگر که میخواین این کشتی رو ببینید و کلن داستان این مسابقه براتون جذابه، این قسمت ایران اسپورت رو از دست ندین. بزن بریم. سلام به همه رفقای عزیزم، من رضام و اینجا ایران اسپورته و این قسمت برخلاف همیشه که ما معمولاً به یک کشتیگیر میپردازیم و داستان و سرگذشت یک کشتیگیر رو تو هر قسمت تعریف میکنیم، ولی این قسمت اختصاص داره به دو کشتیگیر، چون مسابقه‌ای که میخوام براتون گزارش بکنم فینال مسابقات جهانیه، بین ایران و آذربایجان هم هست، ولی در حقیقت بین ایران و آذربایجان نیست، بین ایران و ایرانه، هر دو طرف ایرانی هن و داستان جالبی داره. یه طرف طالب نعمت‌پور نماینده تیم ملی ایران در این مبارزه و طرف دیگه سامان طهماسبی کشتیگیر عنواندار جهان که هم برای ایران مدال آورده هم برای آذربایجان و اینجا در مسابقات جهانی 2013 بوداپست در وزن 84 کیلوگرم برای آذربایجان به فینال رسید و از اون طرف جدول هم طالب نعمت‌پور از ایران به فینال رسید و این دو تا کشتیگیر ایرانی در مسابقه فینال رو در روی همدیگه قرار گرفتن که صحنه جالبی بود و یکی از ماندگارترین صحنه های تاریخ کشتی ایران محسوب میشه، ماندگارترین دراماتیکترین صحنه های تاریخ کشتی ایرانه. بدون معطلی بریم سراغ گزارش کشتی. هنوز هیچ کدوم از کشتیگیرها روی تشک نیومدن، داور هم هنوز نیومده، مراسم تشریفات قبل از مسابقه. حالا اینجا سامان طهماسبی رو دیدیم یه لحظه گوشه تشک ایستاده بود و دوبنده آبی، پس طالب نعمت‌پور دوبنده قرمز رو خواهد داشت. اینجا دوباره سامان طهماسبی رو میبینیم، کشتی فوق‌العاده مشکلی براش خواهد بود، هم از لحاظ کشتی خیلی سخته چون حریفش رو به خوبی میشناسه. طالب نعمت‌پور فوق‌العاده کشتیگیر گردن کلفت، این هم چهره طالب نعمت‌پور نماینده ایران که با دوبنده قرمز اینجا با فراخوان داور وسط هر دو کشتیگیر وارد تشک میشن. داور ابتدا طالب نعمت‌پور بدنش رو چک میکنه و اینجا سامان طهماسبی رو، دو کشتیگیر یه خوشوبش گرمی هم با همدیگه میکنن، بالاخره سالها در کنار همدیگه در اردوی تیم ملی بودن، دوستن با همدیگه و از این نظر گفتم خدمتتون کشتی فوق‌العاده مشکلی برای سامان طهماسبی خواهد بود چون در فینال روبروی کشور خودش قرار گرفته. از لحاظ روانی فوق‌العاده کشتی مشکلی برای سامان طهماسبیه. همین ابتدای کار دو کشتیگیر جنگنده کار رو آغاز کردن. طالب نعمت‌پور اینجا دو دست یه دست رو در اختیار گرفته، باید ببینیم که میتونه استفاده بکنه یا نه، که سامان طهماسبی بهش اجازه کار رو نمیده. دو کشتیگیر همچنان در حالت سرشاخ و سرگردان همدیگه کار میکنه. اینجا یه قوس محکم کرد طالب نعمت‌پور که باز هم نتونست ازش استفاده ای رو بکنه. اینجا داور و هر دو کشتیگیر یه تذکر میده که انگشت همدیگر رو نباید بگیرید و خیلی انگشت های همدیگر رو میگرفتن که الان هم دارن ادامه میدن به گرفتن انگشت های همدیگر. اینجا یه قوس محکم دیگه میکنه طالب نعمت‌پور، اینجا میتونست بیرون بکنه سامان طهماسبی رو از تشک که موفق نشد. سامان خیلی سریع چرخید و اجازه کار رو بهش نداد. اینجا داور یه تذکر به سامان طهماسبی میده، تذکر کمکاری به سامان طهماسبی داد. اگر که طالب نعمت‌پور به کار کردن دستاش همینجوری ادامه بده قطعا سامان طهماسبی اخطار رو خواهد گرفت. ولی یه قوس دیگه میکنه طالب نعمت‌پور، دو کشتی پنجه در پنجه همدیگه انداختن، فشار فوق‌العاده بالای روی سامان طهماسبی است و البته روی طالب نعمت‌پور هم فشار فوق‌العاده زیادیه. اینجا داور اخطار اول رو به سامان طهماسبی میده، حالا باید در خاک طالب نعمت‌پور بشینه. طالب میشینه برای گرفتن کنده، حالا میره برای فیتو رو جفت جور کرده، سر و گردن سامان طهماسبی رو در اختیار گرفته. فیتو کار فوق‌العاده ماهری بود طالب نعمت‌پور و ببینیم اینجا میتونه فیتوهای مرگبار خودش رو روی سامان طهماسبی اجرا بکنه. اینجا میتابونه،
اینجا میتابونه، یه بار دیگه هم میتابونه. باید ببینیم امتیاز هر دو رو میدن یا نه. دو تا فیتوز دومی کاملا سالم بود، حالا میخواد بره سومی. سرگردن سامان تماسبی رو در اختیار گرفته، فشار فوق العاده وحشتناک رو وارد کرد. حالا اینجا داور سرپا میده، یکی از پیتوها مورد قبول واقع میشه و فقط دو امتیاز به طالب نعمتپور داده میشه. دو حساب کار دو بر سه به سود طالب نعمتپور. کمتر از یک دقیقه پایان وقت اول این کشتی باقی مونده. دو کشتیگیر بازم انگشت همدیگر گرفتن، داور دیگه میخواست بزنه رو دستشون. تا این لحظه طالب نعمتپور خیلی بهتر کار کرده، قدرت بدنیش هم به نظر میرسه که یه مقداری میچربه سامان تماسبی. حالا اینجا داور یه تذکر سفت و سخت به طالب نعمتپور میده که انگشتا رو نگیر. هر دوشون انگشت میگیرن، اینجوری نیست که فقط طالب نعمتپور انگشتا رو بگیره، ولی اینجا داور تذکر رو به طالب نعمتپور داد. به کشتیگیر همچنان در سرشاخ و سرگرد هم که کار میکنن، یه هول محکم میده طالب نعمتپور. گفتم یه مقداری قدرت بدنیش به نظر میرسه که میچربه به سامان تماسبی. دو کشتیگیر همچنان در سرشاخ و سرگردن هم دیگه کار میکنن. مچ دست طالب نعمتپور رو لحظاتی در اختیار گرفت و سامان تماسبی که باز هم نمیتونه از این فرصت استفاده بکنه. اینجا یه لحظه میخواست بره بر کمرگیری که یه وقت به پایان میرسه. هر دو کشتیگیر میرن سمت مربیانشون. آقای چمنگلی مربی تیم ملی رو در تصویر میبینیم. سال 2013 از معدود سالایی بود در سالای اخیر که محمد بنا سرمربی تیم ملی ایران نبود و آقای چمنگلی سرمربی تیم ملی بود که ایشون هم از مربیان فوق‌العاده کاربلد و کارکشته کشتی فرنگی ایران هستند. از لحاظ نفس هم هر دو کشتیگیر خیلی سرحال به نظر میرسن. سامان تماسبی که زودتر به وسط تشک میاد، طالب نعمتپور هم وسط تشک میاد، هر دو نفسشون به نظر خیلی چاقه. فشار فوق العاده بالایی روی هر دو کشتیگیره، به خصوص سامان تماسبی که داره روی کشور خودش کشتی میگیره. وقت دوم رو داریم میبینیم، دو کشتیگیر همچنان در سرشاخ و سرگردن هم دیگه کار میکنن. اینجا یه قوس محکم دیگه کرد طالب نعمتپور، اینجا میخواست بزنه زیر کپ سامان تماسبی. سامان تماسبی بیشتر تو حالت دفاعی، دستش رو چسبونده به دنده ها، بیشتر داره دفاع میکنه، ولی احتیاج به امتیاز داره سامان تماسبی. اگر به همین روند ادامه بده نمیتونه امتیازی رو از طالب نعمتپور بگیره، باید حمله کنه سامان تماسبی. طالب نعمتپور هم باید حواسش باشه، اگر کمکاری بکنه قطعا اخطار رو بهش میدن، چون اخطار اول رو به سامان تماسبی دادن، این اخطار رو خیلی راحت به طالب نعمتپور خواهند داد. حالا اینجا همچنان دو کشتیگیر رو سرگردن هم دیگه کار میکنن. اینجا رئیس تشک به نظر میرسه که تقاضای یه اخطار برای طالب نعمتپور کرد. بله، یه اخطار به طالب نعمتپور داده میشه، یکی با سختگیری بشه اخطار دادن، چون تو همین وقت دوم هم طالب نعمتپور فعالتر بود. ولی گفتم خدمتتون معمولا یه قانون نانوشته‌ای هست تو فرنگی که نوبتی اخطار میدن. اینجا میشینه برای بارانداز سامان تماسبی. سامان هم بارانداز کار فوق‌العاده ماهری بود، باید ببینیم که میتونه به طالب نعمتپور بارانداز بزنه یا نه. اینجا لیفت میکنه، طالب نعمتپور رو بلند کرده که بتابونه، نتونست بتابونه. حالا از سمت مقابل تابون و بدل میکنه که برسه پشتش طالب نعمتپور، ولی داوران نظر دیگه ای دارن. داوران بله، داوران مثل که معتقدن که طالب نعمتپور پا رو درگیر کرده. دو امتیاز به برای اجرای فن به سامان تماسبی دادن و یه امتیاز اخطار هم دادن. حساب کار در واقع الان میشه 3-2 به سود سامان تماسبی. یه بار دیگه هم طالب نعمتپور در خاک سامان تماسبی باید بشینه، دوباره برای جفت و جور کردن بارانداز داره تلاش کنه، یه بار دیگه بلند میکنه طالب نعمتپور رو، یه بار دیگه میخواد بتابونه. طالب نعمتپور شکافته از سمت راست اجازه کار رو بهش نمیده. اینجا یه لحظه میخواست کاملا بچرخه و سرگردن سامان تماسبی رو مهار کنه که سامان میشه اجازه کار رو نداد و نهایتا
هیچ امتیازی در این صحنه رد و بدل نشد و حساب کار همچنان 3-2 به سود سامان طهماسبی. طالب نعمت‌پور حدود 1 دقیقه فرصت داره که این یک تک امتیازی که عقب افتاده رو جبران میکنه. لحظات فوق‌العاده حساس اینجا سر و گردن سامان طهماسبی رو مهار کرده، با یه پیتو در اختیار طالب نعمت‌پور. گفتم خدمت تو پیتو کار فوق‌العاده مهاری، اینجا پیتو رو اجرا میکنه، از بالا به پل میزنه. 3 امتیاز، 3 امتیاز برای طالب نعمت‌پور. عجب پیتوی اجرا کرد، میخواد پیتوی بعدی رو هم اجرا بکنه که دیگه سامان طهماسبی اجازه کار رو نمیده و داور هم سرپا میده. عجب پیتوی مردونه پهلوانی زد این طالب نعمت‌پور ما، قهرمان کوهدشتی کشورمون. چه زوری داره این پسر، سر و گردن رو مهار کرد و با فشار فوق العاده زیادی که به گردن سامان طهماسبی وارد کرد پیتو رو اجرا کرد. حالا اینجا حساب کار 5-3 به سود طالب نعمت‌پور. سامان طهماسبی دیگه فرصتی نداره، باید با آب و آتیش بزنه. به نظر میرسه که یه مقدار خسته هم شده سامان طهماسبی، با آب و آتیش نمیزنه. اینجا داور یه تذکر دیگه هم به هر دو کشتیگیر میده که انگشتای همدیگه رو نگیرید. طالب نعمت‌پور داره اداره میکنه کشتی و سامان طهماسبی هم به نظر میرسه دیگه توان حمله کردن نداره، یک کمی هم ناامید شده، اصلا ناامیدانه داره کشتی میگیره. سامان طهماسبی در این لحظات که باید با آب و آتیش بزنه رو داره دفاع میکنه تقریبا، و طالب نعمت‌پور خیلی سرحال تره در این لحظات. کشتی کاملا در اختیار طالب نعمت‌پور. سامان طهماسبی هیچ تلاشی برای حمله کردن نمیکنه، کاملا به نظر میرسه که خسته شده سامان طهماسبی و انگیزه ای هم برای ادامه نداره. اینجا وقت به پایان میرسه، طالب نعمت‌پور دوباره دست میده با سامان طهماسبی. مربیان ایران هم آقای چمنگلی هم یه حرکت فوق العاده زیبایی میکنه و میاد سامان طهماسبی رو در آغوش میگیره. خیلی مربیان ایران هم دوباره هم طالب نعمت‌پور داور حالا نمیذاره اینا با هم خوشوبش بکنن، چون داور وحشیه، قشنگ قیافش از اون روسای غلطه. اینجا دوتا کشتیگیر باز هم در آغوش میگیره سامان طهماسبی رو. خیلی این لحظات آخرش اقلا شیرین بود، که کلا طلایی که طالب نعمت‌پور گرفت که فوق‌العاده شیرین بود. ما عنوان این ویدیو رو گذاشتیم تلخ در این طلای تاریخ کشتی ایران، به خاطر اینکه طرف بازنده هم ایرانی بود و اصلا چرا دوتا ایرانی باید روبروی همدیگه قرار بگیرن و دنیا تماشا بکنه. این از این نظر این کشتی تلخ بود، وگرنه از نظر کسب مدال طلا که طلای فوق‌العاده شیرینی بود این مدالی که طالب نعمت‌پور گرفت. سامان طهماسبی هم بالاخره ایرانیه، حالا هرچند که برای آذربایجان نقره گرفت، ولی اینکه آخرش اومدن سامان طهماسبی رو در آغوش گرفتن. آقای چمنگلی خودش هم اومد پیشونی سامان رو بوس کرد، در آغوشش گرفت، بهش دلداری دادن. این صحنه ها خیلی زیبا بود. ولی یادمه که همون سالا خیلی انگ میزدن به سامان طهماسبی، بد و بیرا میگفتن چه میدونم وطن فروش و این حرفا، که این فضایی بود که اون سالها غالب بود. الان اصلا دیگه خدا رو شکر اون فضا نیست، به علی ارسلان مردم لطف دارن، مردم دیگه اون حالتی نیستن که تو وطن فروش و خواهند. آخه تو این حرفا اصلا درست نیست. اگه همین الانم تو کامنت میخواین بنویسید که سامان طهماسبی وطن فروش و فلان، اول به حرفای من گوش بدین. حالا اگه نظرتون عوض نشد برید هرچی دوست دارید بنویسید. سامان طهماسبی تحت شرایطی رفت برای آذربایجان کشتی گرفت که اون سالا قاسم رضایی هم رفت، امیر علی اکبری هم رفت، اینا رفتن برگشتن، ولی سامان طهماسبی موند. یعنی اصلا فکر نکنید سامان طهماسبی تافته جدا بافته بوده و رفته، اون سالا چند نفر دیگه هم رفتن. حالا من این معروفاشونو گفتم، اما چند تا قهرمان کشور تو همین سطح کشتی داشتیم که رفتن برای آذربایجان کشتی گرفتن. خب سامان طهماسبی برای ایران هم مدال آورده بود، برنز، 2 برنز گرفته بود برای ایران، برنز جهانی. ولی دیگه خب این رو باید در نظر بگیرید، یه کشتی، یک انسان کلن قبل از این که پیش مردمش سربلند باشه، برای کشورش سربلند باشه،
باید پیش خونوادش، پیش خودش سربلند باشه. سامان طهماسبی تحت شرایطی از ایران رفت که گفته میشد دیگه، کادر فنی بهش گفته بود که ما به تو میدون نمیدیم، بهتر از تو هست، تو هم پات مصدوم شده و فعلا دیگه ما به تو نمیتونیم میدون بدیم. بعد شما تصور بکنید یه جوان 23 ساله که عمرش رو برای کشتی گذاشته، در سطح قهرمانی جهان جزو بهترین های جهانه، شما خودتون رو بذارید جاش، چی کار میکنید؟ بعد نه تأمین مالی هست، یعنی تو ایران که کشتیگیرا اصلا هیچ تأمین مالی که نیستن، یعنی همشون همین الان کشتیگیران ما مشکل مالی دارن، 99% مشکل مالی دارن، شاید فقط یکی دوتا ستاره هاشون مشکل مالی نداشته باشن، بقیه حتی قهرمان جهاناشون مشکل مالی دارن. بعد یه کشوری میاد به شما پیشنهاد میده، هم پیشنهاد مالیش خوبه، یعنی شما میتونی بری اون پولو بگیری و زندگی تو بسازی، کمک خانوادت بکنی، کمک دوستات بکنی، و اگه زن بچه داشته باشید خب نمیشه بدون منابع مالی، که آدم فتوسنتز که نمیتونه بکنه، آدمیزاد به پول احتیاج داره برای گذران زندگی، و یه کشتیگیر تنها کاری که بلده کشتیه، باید از همون کشتی پول در بیاره، نه اینکه بخواد بره چه میدونم مثل اون فیلمی که از عبدالولی در اومده بود داشت تو فلافلی کار میکرد، اینا زشته. کشتی هم یه ورزشه، چه میدونم گلف نیست که مثلا یارو یه ساعت بره تمرین بکنه، کشتی ورزش سنگینه، طرف زندگیشو باید پای این داستان بذاره تا بدنش بکشه 6 دقیقه کشتی بگیره، نفسگیرترین ورزش دنیاست بدون شک کشتی، یعنی شوخی بردار نیست که مثلا با یه ساعت تمرین در روز کسی بتونه آماده بمونه، باید زندگیشو بذاره. و سامان طهماسبی یه جوان بود که دیگه تو ایران گفتن ما بهت میدون نمیدیم، از نظر مالی هم که تأمین نبود، خب چرا تو ایران بمونه؟ چرا نره آذربایجان؟ و اون سال آذربایجان پیشنهادهای خوبی میداد، آذربایجان داشت کشتی فرنگی خودش رو میساخت، از ایران کشتیگیر میگرفت، از روسیه کشتیگیر میگرفت، از جاهای دیگه کشتیگیر میگرفت، و الان نتیجهش رو دارید میبینید که آذربایجان همین 2023 قهرمان شد در تیمی، و همه کشتیگیراش تو فرنگی خوب بودن، یعنی یه سرمایه گذاری بلند مدتی کرد، حتی کشتیگیر از جاهای دیگه وارد، که همین الانش هم کشتیگیراشون همه برای خود آذربایجان نیستن، ولی خب بالاخره اونا مدلشون اینجوریه دیگه. حالا ایران هیچ وقت نمیاد از جای دیگه ورزشکار وارد بکنه، ولی حالا مثلا اونا این کارو میکنن، و سامان طهماسبی تحت این شرایط رفت، یعنی شما باید اینا رو همه رو در نظر بگیرید. حالا برسیم به داستان طالب نعمتپور. طالب نعمتپور هم آخه داستان داره، یعنی گفتم این قسمت ایران اسپورت داستان دو تا کشتیگیر، طالب نعمتپور 2013 قهرمان جهان شد، 2014 در مسابقات جام جهانی تست دوپینگش مثبت از آب در اومد، و برخلاف اون چیزی که فکر میکنید، شاید خیلی ها فکر میکنن که مدال تعیین، مدال طلایی که اینجا طالب نعمتپور گرفت رو به خاطر دوپینگ ازش گرفتن، ولی نه اینطور نیست. همین الان تو لیست قهرمانان 2013 برید توی سایت اتحادیه جهانی کشتی، طالب نعمتپور دارنده مدال طلای سال 2013 است، و این داستان دوپینگ اصلا هیچ ربطی به قهرمانیش در 2013 نداشت. 2014 تست دوپینگش در مسابقات جام جهانی در اومد، و چون دفعه دومش، ولی دفعه اولش کی بوده؟ 10 سال قبلش، زمانی که طالب نعمتپور یه جوان 18 ساله بوده در مسابقات جام تختی، اصلا نمیدونسته چی به چیه، یه دارویی میخوره دوپینگی بوده، اونجا دوپینگش در میاد و اونجا میشه دفعه اول، 2 سال محرومش میکنن، اینجا دفعه دوم بود 8 سال محرومش میکنن، که در واقع با توجه به سنش در اون زمان یه محرومیت مادام العمر محسوب میشه. اولش که اصلا بکنم مادام العمر بوده محرومیتش، بعد اعتراض میکنن و اینا میشه 8 سال. طالب نعمتپور از اون کشتیگیرای فوق‌العاده بدشانس، یعنی این اتفاقات عجیب غریب براش کم نیافتاده. اون 2003 اول شروع کشتیش که اون اتفاق براش افتاده، 2 سال محروم شد. بعد میاد جلوتر،
خب تو این وضع ما حبیب الله اخلاقی رو داشتیم، سامان تهماسبی رو هم داشتیم، اینا هم خب کشتیگیرایی بودن که مدال آور بودن، به همین خاطر کار برای طالب نعمت‌پور خیلی مشکل بود تا 2010 که دیگه بالاخره حریفان خودش رو شکست داد و اومد تیم ملی. مسابقات جهانی دور اول خورد به اسرائیل. فکر کن طرف چقدر میتونه بد شانس باشه. دور اول خورد به اسرائیل، هیچی دیگه تمام. این داستان گذشت، المپیک رو هم به خاطر این حبیب الله اخلاقی در واقع اعزام شد و اون سالها کلن یه انتقادی که محمد بنا بود هنوز هم تا حدی هست اینه که انتخابی خیلی پدر مادرداری برگزار نمی کردن. الان چرخه انتخابی خیلی بهتر شده، ولی اون زمان انتخابی های خیلی پدر مادرداری برگزار نمی کردن و یه جورایی نظر کادر فنی معیار بود که خب این درست نیست. و طالب نعمت‌پور هم اون سال کنار گذاشته شد. 2013 طالب نعمت‌پور مسابقات جهانی همونطور که دیدین طلا گرفت و 2014 هم که محروم شد و از صحنه کشتی کنار رفت. یعنی داستان خیلی عجیبی داشت طالب نعمت‌پور. و سامان تهماسبی هم که گفتم خدمتتون، این با در واقع آذربایجان سالهای بعدش رو هم کشتی گرفت، اشتباه نکنم اینجا یه نقره، اینجا که خب یه نقره گرفت دیگه، اشتباه نکنمش چیه، اینجا یه نقره گرفت برای آذربایجان. سال بعدش مسابقات جهانی 2014 یا 2015 یه برنز برای آذربایجان گرفت. این سامان تهماسبی هم دستش به طلا نرسید هیچ وقت. 2016 المپیک هم حذف شد و یعنی تو دور سوم باخت، رفت رپشارج، رپشارج رو به حبیب الله اخلاقی باخت و دیگه کاملا از گردنه رقابت ها حذف شد. و حالا اینم یه زنگ خطره که اون زمان اگر که آذربایجان دست میذاشت رو کشتیگیران ایران، الان من به شخصه اسم میکنم که کشورهای عربی به خصوص بحرین، این بحرین بعد از اینکه احمد تاج الدینوف رو گرفت و حالا احتمالاً احتمالش زیاده سال بعد در المپیک براشون طلا بگیره، این خیلی احتمال داره که این مزه کنه به دهن بحرینیا و کلن کشورهای حاشیه خلیج، این قضیه رو ببینن و دست بذارن رو کشتیگیران ایران حتی. ولی دیگه پول بحرین پول آذربایجان نیست. اگر آذربایجان چه میدونم دو برابر ایران پول میداده اون زمان، یا نه آقا پنج برابر ایران پول میداده اون زمان، بحرین قطعا 500 برابر ایران پول میده. بحرین که اصلا پول براش مسئله نیست. حالا اینم دیگه بدبختی ماست که ما کشورمون از لحاظ منابع بحرین چی آخه؟ بحرین از شهر تهران شاید کوچیکتر باشه، استان تهران نه، شهر تهران. بحرین اینقدر کوچیکه، ولی خب حالا دیگه احتمالاً سالیان آینده میان کشتیگیران ما رو بر میزنن. و این حالا برنامه فردای ما در ایران اسپورت، من اولا اینم بگم که بچه‌ها بعضا گله میکنید که چرا هر شب مرتب نمیذارید، باور کنید کار سختیه. یعنی ما برنامه‌مون اینه که هر شب بذاریم، ولی ما کلن دو نفریم روی این کانال و اگر که یه اتفاق این وسط بیفته، یه مشغله پیش بیاد، یهو یه شب برنامه نداریم مثل دیشب. ولی فردا شب برنامه، فردا شب دیگه انشالله مشکل پیش نیاد و فردا شب حتما برنامه خواهیم داشت. برنامه فردا شب راجع به اینه که کشتیگیران ایران چرا اینقدر عمر ورزشیشون کوتاهه، و توی اون برنامه به داستان مهاجرت بعضی کشتیگیران هم میپردازیم. علت اصلی مسائل مالیه و این راه حل داره با توجه به هوادارانی که کشتی در ایران داره، این راه حل داره. میشه یه سری چیزایی رو پیشنهاد کرد که اینا انجام بدن، بلکن وضع مالی کشتیگیران ایران از این وضعی که هست در بیاد. واقعا خجالت آوره با توجه به محبوبیتی که کشتی داخل ایران داره، وضع مالی کشتیگیران خجالت آوره. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که خجالت آوره. خیلی ممنونم که تا آخر این برنامه همراه من بودین. اگر که از دیدن این کشتی و این ویدیو و این برنامه و خلاصه
همه چی لذت بردین، لایک این ویدیو رو فراموش نکنید. آو بچه‌ها این نکته هم بگم که جدیداً دوباره تو یوتیوب کامیونیتی فارسی یوتیوب سابا داره میپره، یه چک بکنید اگر که سابتون پریده دوباره سابسکرایب کنید با عرض پوزش. دیگه تقصیر من نیست واقعا، ما الان اصلا سابامون هی داره کم میشه به جای اینکه زیاد بشه. ما مثلا روزانه 100 تا سابسکرایبر میگرفتیم، الان داره برعکس کم میشه، سابا داره میپره، لایک ها هم میپره. جفتش رو چک بکنید که هم لایکتون نپریده باشه هم سابتون. مثل همیشه مخلصتونم، خدا نگهدار.